آقا ببخشید، یه نون برام میخرید؟ قبل از اینکه به طرف صدا برگردم آسمون رو نگاه کردم، با فرض بر اینکه خدا تو آسمونه و داره منو نگاه میکنه و قطعاً گوشه لبش یه لبخنده. دستامو کشیدم به لبام و تو دلم گفتم الان دقیقاً مشکلت با من چیه؟ که صدا دوباره گفت من پول نمیخوام، یکی دو تا نون برام بخر، دو روزه هیچی نخوردم، واقعاً کم آوردم، چشام داره سیاهی میره. شما رو که دیدم گفتم بذار به این رو بندازم. تو اون خیابون شلوغ و پر هم همه که مطمئن بودم هیچ کس منو نمیبینه و گم شده در دنیای تاریک خودمم، این چجوری من بدبخت رو دیده بود؟ من هنوز با خودم و حال جیبم و شوخی خدا درگیر بودم، ولی باید یه واکنشی نشون میدادم. برگشتم و دیدمش، یه پیرزن لاغر و ریزه میزه بود که سعی کرده بود تا جایی که میتونه روش رو بپوشونه. حتی از همون یکم چشماش که معلوم بود میشد دید که چقدر لاجون و ضعیفه. حتی اگه الانم دروغ میگفت بازم در حال حاضر حال خوشی نداشت و نیاز به کمک داشت. این خود من همین حالا دلم میخواست ثروتمندترین مرد دنیا بودم، یا حداقل اونقدری پولدار بودم که میتونستم برای اون پیرزن به جای یه نون یه نونوایی بخرم. ولی حقیقت این بود که تو اون سرمای مزخرف دیماه من بودم و یه جیب خالی، خالی خالی. من بودم و پسرم و همسرم و یه دنیا کاستی و کمبود تو خونه و یه جیب خالی تر از خالی. اصلا برای همین زده بودم بیرون، چون هیچ کاری نمیتونستم بکنم. تمام مدتی که تو خونه بودم میترسیدم همسرم بگه فلان چیزو بخر و من ندونم باید چی کار کنم. از امروز تا اول برج 1000 سال مونده بود. هر ساعت برام اندازه یک ماه میگذشت، حتی یک ماه 31 روزه. با اینکه این بار اولم نبود که بی پول میشدم، ولی بعد از پدر شدنم این اولین بار بود که بی پول شده بودم. ولی این دیگه مثل دفعه های قبل نبود، ترسناک بود. حقیقتش تو دوران مجردی کم بی پولی نکشیده بودم، از یه جایی به بعد نسبت به بی پولی سر شده بودم. بعد از اینم که ازدواج کردم خیلی سعی می کردم حواسم به دخل و خرجم باشه و خیر سرم مدیریت مالی داشته باشم تا جلوی همسرم کم نیارم و سرشکسته نشم. ولی خیلی وقتا وسط برج نشده خزانه خالی می شد و من فراری. ولی باز می شد جمع و جورش کرد و به سر برج کشوند و گذشت. ولی الان دیگه حرف بچه وسطه، حرف پوشک و شیر خشک و دارو و دکتر و چکاپ و مولتی و 1000 تا چیز دیگه. من مونده بودم با تقویمی که جلو نمی رفت. تصور این که بخوام به کسی زنگ بزنم و پول قرض بگیرم عصبی و بدخلقم می کرد. از خونه که زده بودم بیرون داشتم خودم رو نرم می کردم که راضی بشم و به چند تایی از بچه ها زنگ بزنم، ببینم اوضاع اگر میزونه راهی بازه حرفو بندازم. اما بدبختی اینه که بعد این همه سال رفاقت ما لحن و کلام همدیگر رو میشناسیم و قشنگ دستمون برای هم روه. پس فقط میمونن همکارام که اونم عمرم بخوام همچین خبطی بکنم. چند تا چاره از خونه دور شده بودم و دستم تو جیب شلوارم بود. تنها اسکناس دنیای من یه اسکناس 10,000 تومانی بود. زیر دستم ادعای وجود میکرد. وجودش حقیرتر از اون بود که بخوام بهش امیدوار باشم. فقط گاهی با سرانگشتم لمسش میکردم و فکر میکردم
چی میشد به جای یه اسکناس 10,000 تومانی چند تا تراول تو جیب من بود؟ یا اصلا یه صد دلاری که لای یه کتاب از دوران مجردین پیدا کرده باشمش، بعد الان بخوام باهاش دنیامو یورتمه برم. اما حقیقتش این بود که من بودم و یه بچه شیر خشکی و یه همسر مبتلا به افسردگی بعد از زایمان و حالا هم که یه پیرزن گشنه آبرومند. حالا حساب خودم و خدا جدا که با بغضی که داشتم قطعاً باهاش کارها داشتم. میدونستم که تنها دارایی من که هیچ بود حداقل چند تا دونه نون برای یه نفر گرسنه میشد. اسکناسو از جیبم کشیدم بیرون. انقدر شرمنده بودم که احساس میکردم توفیلی کلاسم و هیچ کس محل سگ به خودمو داشتم نمیذاره. اسکناس 10,000 تومانی در اوج کمترین بودن بازم وجود داشت. گرفتمش سمت پیرزن و گفتم بفرمایید. منتظر بودم فحشم بده که آخه جوون خرفت، حالا من گفتم قده یه پول نون، توی بیمرام یکم بیشتر بده. دعا دعا می کردم اسکناس رو بگیره و بره و منو با بدبختیام تنها بذاره، اما نگرفت. گفت بی زحمت خودت برام دوتا نون بگیر. اشاره کرد سمت نونوایی. چند متر اونورتر نونوایی بود. من اصلا ندیده بودمش، اما یه آن گفتم خدایا این زن چی کشیده؟ این زن گشنه با این بوی نون چی کشیده؟ بوی نون هر گشنه ای رو هلاک میکنه. هنوز یادمه وقتی بچه بودیم وسط بازی تو کوچه که حاضر بودیم بمیریم ولی بازی رو ول نکنیم، وقتی یکی با نون رد میشد چی به سرمون میامد؟ شبیه ماری که با صدای نی از سبدش بیرون میامد، با بوی نون مست میشدیم و تمام روحمون با نون حرکت میکرد و میرفت به سمتش. گفتم چشمو دویدم. دیگه خودم مهم نبودم. یعنی بودم اما برای چند دقیقه مغزم برای یادآوری بدبختی و نداری و فلاکتی که توش بودم به هم مرخصی داده بود. احساس می کردم سوپرمنم، تنها هیروی روی زمین برای اون پیر زن گشنه آبرومند. می دونستم همین نون داغ بهترین و غایت نعمت برای گشنه منتظره، اما یه حسی تو وجودم تاپ تاپ میکرد که یه قالب پنیر لیغوان حتی به اندازه 5/5 این بزمو چقدر شاهانه تر میکنه. رفتم نونوایی و نوبت گرفتم و پریدم تو بقالی. قد 5,000 تومان پنیر خریدم. سعی میکردم به چشمای مرد فروشنده نگاه نکنم. چیزی نداشت جز حس تحقیر و خفت. من از این نگاه ها زیاد فرار کرده بودم تا یادم میاد از این لحظه ها داشتم. زندگی بدی ندارم ها، دستم به دهنم میرسه، اما خب گاهی دستم کوتاه و دهنم گشاد. ولی تنها چیزی که اون موقع مهم نبود نگاه مرد بقال بود. الان همه رسالت من سیر کردن یه پیرزن گرسنه است به قدر قوام. قالب پنیر رو گرفتم و جستم تو نونوایی و در کسری از ثانیه خودم رسوندم به پیرزن. وای نستادم تشکر و دعا و ثناش رو بشنوم و تو جمعیت شلوغ بیخبر گم شدم. هیچ کاری نکرده بودم. هیچ کاری. بین دست فروشا و مردم در حال خرید و گشت و گذار و ماشین های پشت چراغ قرمز، اون وسط تنها کسی که هیچ کاری نکرده بود من بودم، چون همچنان با جیب خالی و سرفگنده باید برمیگشتم پیش همسرم، پیش پسرم. از ترسم دیروز تا حالا قوطی شیر خشکش رو نگاه نکرده بودم ببینم چند وعده دیگه شیر داره. اگه همسرم
باز بزنه زیر گریه و زل بزنه به دیوار روبرو، هیچ پیشنهادی براش ندارم جز اینکه این دفعه خودمم بشینم پا به پاش گریه کنم، بلکه آروم شم. با یه جیب خالی و یه قرن مونده تا سر برج و یه خدایی که از اون بالا نگاهم میکنه و احتمالاً به هم میخنده، چه کار دیگه ای از دستم برمیاد؟ چند روز بعدش که یه پولی جور کرده بودم و با کیسه های خرید رسیده بودم خونه و یه شاخه گل سرخ برای درمان عاطفی افسردگی خانومم خریده بودم و از سنگینی و پر بودن دستام مجبور بودم با پام در رو ببندم، اتفاق رو از قول یکی از همکاران برای همسرم تعریف کردم. حالا دیگه همونقدر که به اون مرد مستأصل نزدیک بودم، همونقدرم ازش دور بودم. کیلومترها از حال بیچارگی اون غروب سرد فاصله داشتم. چند روزی بیشتر تا سر برج نمونده بود و منم تمام ساعاتی که نمیتونستم خونه رو تحمل کنم اضافه کاری کرده بودم و خیالم از بابت قرض و قله و کرایه خونه و هر چیز دیگه ای راحت بود. به خودم قول داده بودم تحت هیچ شرایطی نذارم دوباره دستم کوتاه بشه و عاجز بشم. حواسم به آدمای تو خیابون بود. سعی میکردم دخل و خرجم و بالانس نگه دارم. تحمل اون همه رنج نداری دفعه دیگه قطعا زمینم میزد. میدونستم از یک جایی به بعد تحمل لحظه ها و اتفاقاتی که در گذشته برام عادی بود سخت و نفسگیر میشه. دلم میخواست اون همه تجربه سختی و لحظه های کدرم و جوری برای همسرم تعریف کنم که خودم برای همیشه از داشتنشون تو وجودم خالی بشم. همسرم تو مواجهه با گل سرخش مست بود و جوری نگاهش میکرد که انگار داشت توافش میکرد. اما چشماش برق نداشت. درگیر چرایی و فلسفه وجودی و بیهودگی زندگی شد و هر چیزی فقط برای چند لحظه رازیش میکنه. بعد دوباره آه و افسوس و اشک. تنها گیره وصلش به دنیا پسرمونه و من همیشه از این حالش میترسم. برام سواله که چطور وقتی یه زن به نوعی آفرینش و زایش رو با تمام وجودش تجربه و درک میکنه بعد به این بیهودگیه میرسه. چی میشه؟ این حال بد از کجا میاد؟ از چی سرچشمه میگیره؟ چطوره که همون موجودی که باعث این حالش شده رو انقدر دوست داره؟ چطوره که فکر میکنه خودش به خودش ظلم کرده؟ اون مادرهایی که درگیر این حال نمیشن چجوری این روزاشون میگذره؟ در جواب منی که با تمام انرژیم اون لحظه و اون اتفاق و اون حال پیرزن رو براش تعریف کردم تا شاید یکم به دنیای من نزدیک بشه و از دنیایی که درش گیر کرده بیاد بیرون، گفت خب حالا اون پیرزن یه روز دیگه هم سیر شد. بعدش چی؟ روزای بعدش چی؟